مضحک، مزخرف، مجهول و مطلقاً دور. اخیراً فرمانده‌های برجسته نظامی آمریکا و حقوقدانان بین‌المللی با این عبارات به تازه‌ترین ادعاهای یک وکیل وزارت خارجه آمریکا در دادگاه استاف واشنگتن پاسخ دادند. در این برنامه به طور مختصر وقایعی رو شرح میدیم که نشون میدن چرا این ادعا مضحک، مزخرف و مجهول است. اول خود ادعا رو بشنویم. وکیل وزارت خارجه آمریکا این حرفا رو روز سه‌شنبه 8 مه در دادگاه رسیدگی به شکایت فوری سازمان مجاهدین خلق ایران علیه لیست گذاری این وزارت خارجه مطرح کرده. مجاهدین ادعا میکنند که خل سلاح شدند، در صورتی که هیچ موقع یک جستجوی کامل خانه به خانه در اشرف نشده است. اشرف 15 مایل مربع وسعت دارد. این یک شهرک است. ما داریم به شدت کار میکنیم. چند سال پیش مؤسسه رند وابسته به سیا گزارش کرده بود که آنان 4000 جنگنده تروریست متمرکز در یک مساحت 15 مایلی بودند که ارتش آمریکا هیچگاه تایید نکرده کاملا بازرسی و خل سلاح شده باشند. این دروغ آشکار واکنش‌های بسیاری رو در میان مقام‌های دولت‌های پیشین آمریکا و همینطور فرمانده‌هایی که مسئولیت حفاظت اشرف رو بر عهده داشتند برانگیخت. ساکنان اشرف هم بلافاصله از وزارت خارجه و ارتش آمریکا خواستند که بدون فوت وقت و در هر ساعت شبانه روز با تجهیزات کامل و کافی به اشرف برن و همه جای اون رو مجدداً بازرسی کنن. در قبال این ادعا شاید باید گفت آیا اصلا مکانی بوده در تمام جهان که طی این سالیان به اندازه قرارگاه اشرف مورد بازرسی و تجسس قرار گرفته باشه و ساکنانش توسط چندین سازمان اطلاعاتی مورد تحقیق قرار بگیرن؟ خب اول چند سالی به عقب برگردیم، به دوران جنگ عراق در سال 2003. در جریان جنگ عراق در مارس و آوریل 2003 رهبر مقاومت فرمان داد به رغم بمباران‌ها و هر گونه شلیک از جانب طرف مقابل، مجاهدین و رزمندگان ارتش آزادی بخش ملی ایران دست به خیشتنداری بزنند. در این جنگ حتی یک شلیک هم از سوی مجاهدین به جانب نیروهای آمریکایی صورت نگرفت. قرارداد آتش بس امضا شده توسط نیروهای آمریکایی و سازمان مجاهدین خلق ایران ارتش آزادی بخش ملی ایران بر این واقعیت صحه می گذارد. آنها مجاهدین درگیر هیچ گونه اقدامات خصمانه در جریان جنگ نبودند. من در اردیبهشت 1382 در پی گفتگوهای دو روزه خواهر مجاهد مژگان پارسایی جانشین رهبری مقاومت ایران در اشرف با ژنرال اودیرنو فرمان دادم که مجاهدین تمامی سلاح‌ها و مهماتشان حدود 20,000 قطعه سلاح سنگین و سبک و حدود 20,000 تن مهمات را به نیروهای آمریکایی تحویل بدهند. در توافق 10 می سال 2003 بین سازمان مجاهدین خلق ایران با نیروهای ائتلاف بر گردآوری سلاح‌ها در قرارگاه علوی تأکید گردیده است. رسیدهای مربوط به تحویل 518 تانک، 448 نفربر زرهی، 898 تیربار زرهی، 359 قطعه توپخانه، 284 قبض سلاح پدافند هوایی و 17,000 قبض سلاح سبک و خمپار انداز و ضد هوایی و همچنین 17,119,573 عدد انواع فشنگ ها و گلوله ها و موشک ها و مواد انفجاری
که به امضای افسران و فرماندهان آمریکایی رسیده است اکنون در اختیار دولت و مقامات عراقی قرار گرفته است. حل و فصل داوطلبانه و مسالمت آمیز پروسه گردآوری 2139 تانک و نفربر زرهی و قبضه های توپ و توپخانه و سلاح های پدافندی بین مجاهدین خلق و نیروهای ائتلاف سهم مهم و بسزایی در مأموریت ائتلاف برای ایجاد یک محیط امن و امان برای مردم عراق داشته است. سازمان مجاهدین خلق ایران کاملا خلع سلاح شده و ما همه سلاح‌های کوچک و وسایل سنگین را تحویل گرفته‌ایم. بعد از گردآوری کامل سلاح‌های مجاهدین در سال 82، دولت آمریکا تحقیقات گسترده‌ای را به مدت 16 ماه در اشرف انجام داد و با تک تک ساکنان اون مصاحبه کرد. در این تحقیقات علاوه بر آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا و FBI، مقام‌های وزارت خارجه هم شرکت داشتند. در پی اون دولت آمریکا ساکنان اشرف رو به عنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون 4 ژنو به رسمیت شناخت. مقامات ارشد آمریکا گفتند که در مصاحبه‌های گسترده مقامات وزارت خارجه و اداره تحقیقات فدرال FBI هیچ مبنایی برای متهم کردن هیچ یک از اعضای این گروه یافت نشده است. During my 13 months in Ashraf I had the responsibility for the protection of the people of Ashraf. در طول 13 ماهی که در اشرف به سر می‌بردم، مسئول حفاظت از ساکنان اشرف بودم. این حفاظت تحت کنوانسیون 4 ژنو به آنها داده شد. ساکنان به طور داوطلبانه این حفاظت را از طرف آمریکا پذیرفتند بعد از اینکه تسلیحات دفاع از خود را تحویل دادند. آنها به آمریکا برای تأمین حفاظت اعتماد کردند. به خاطر این اعتماد ما باید همچنان به قولی که به آنها داده ایم پایبند باشیم. باید اطمینان حاصل کرد که این افراد از آزادی و امنیت برخوردار خواهند بود. دلیل نبود که بعد از جلسه دادگاه واشنگتن وکلای مجاهدین در بیانیه‌ای اعلام کردند تا قبل از امروز هیچ یک از سخنگویان دولت هرگز به این واقعیت که کمپ اشرف در سال 2003 به طور کامل و به دقت خلع سلاح شده است شک نکرده اند و حتی در پرونده‌ای که توسط وزارت خارجه ارائه شده چنین ادعایی وجود نداشته و این بهانه سخیفی برای کش دادن محسوب می شود. اما فرماندهانی هم در ارتش آمریکا هستند که در اون زمان خودشون در اشرف حضور داشتند و اتفاقا بنا به درخواست وزارت خارجه با سخت گیری تمام به جستجوی سلاح در اشرف بودن. امروز حرف این فرماندهان نظامی چیه؟ به عنوان فرمانده تیپ 89 پلیس نظامی من عملیات تجسسی فراگیری را پیش بردم تا به پیدا کردن موردی از نقض توافق مربوط به تحویل دادن سلاح‌های مجاهدین بپردازم، اما هیچ موردی از نقض توافق از جانب مجاهدین را کشف نکردم. من به نیروهای خودم دستور دادم که سانتی‌متر به سانتی‌متر اون تأسیسات 36 کیلومتر مربعی اشرف را تجسس کنند و در نهایت حتی یک جنس غیر مجاز و حتی یک مورد نقض توافقات هم یافت نشد. نیروهای من همچنین با ارگانهای دیگر دولت آمریکا مشارکت کردند تا وضعیت قانونی تک تک 3400 تن از ساکنان را تعیین کنند و حتی یک نفر هم با تروریسم یا هیچ موردی از ارتکاب جرم نسبت نداشت.
تک تک ساکنان کمپ اشرف یک قول کتبی برای حفاظت دریافت کردند. من شخصا اولین قول کتبی را تحویل دادم و این قول زمانی نقض شد که ما 3400 مرد و زن را به نیروی فاقد انضباطی تحویل دادیم که تحت فرماندهی و کنترل دستنشاندگان رژیم ایران یعنی مالکی بودند. وقتی بروکرات های وزارت خارجه نمی دانند چه کار کنند، قرارداد آتش بس 2003 دور انداخته می شود و استاتوی افراد حفاظت شده نقض می شود و سازمان مجاهدین به نیروهای مالکی طرفدار رژیم ایران تحویل داده می شود. من وقتی از ماموریتم در اشرف به آمریکا برگشتم، به شدت از وزارت خارجه به خاطر نماینده‌ای که در آنجا داشت بیزار بودم. رفتار وی به شدت بیزار کننده بود، چون شایعه پراکنی می‌کرد و من مجبور بودم مانند دیوید بروم دعوا کنم و این داستان بی پایان بود و حتی یکی از آن حرف‌ها ربطی با واقعیت نداشت و اثبات نشد. بعد از ادعای وکیل وزارت خارجه در دادگاه واشنگتن، فرماندهان ارشد ارتش آمریکا جنرال فیلیپس، سرهنگ مارتین و سرهنگ مکلاسکی در یک بیانیه مشترک اعلام کردند اتهامات وکیل وزارت خارجه در دادگاه در مورد دسترسی نداشتن به کمپ اشرف و وجود سلاح و مهمات در این کمپ یک ادعای مضحک و یک اهانت به حرفه و تمامیت نیروهای آمریکایی است که در اشرف خدمت کرده اند. با توجه به اینکه ما طی چندین دوره در ماموریتمان در عراق در اشرف خدمت کرده ایم، ما مکررن از تمامی کمپ بدون هیچ مانعی بازدید کردیم و هیچ علائمی از سلاح یا مهمات و یا هیچ طرح و قصدی برای به دست آوردن سلاح یا استفاده از خشونت پیدا نکردیم. این بازدیدها بدون اطلاع و اعلام قبلی صورت گرفتند. در تمامی اوقات و حین هر بازدیدی، رهبران و ساکنان اشرف به طور کامل با فرماندهان و نیروهای آمریکایی همکاری کردند. توی سالهای پایداری اشرف و در حالی که نیروهای آمریکایی حفاظت شهر اشرف رو به عهده داشتن، عوامل رژیم آخوندی در عراق اتهامات انبوهی رو به مجاهدین وارد کردن که در واقع دنباله مجهولات سایت‌های وزارت اطلاعات آخوندها و سپاه پاسداران بود و همطور هنوز هم این اتهامات ادامه داره. از عملیات تروریستی در کربلا گرفته تا بمب‌گذاری، عملیات نظامی، زنان انتحاری و دخالت در امور سیاسی عراق. سیل این اکاذیب و فضیحت اون به قدری بالا گرفت که سخنگوی نیروهای چند ملیتی در عراق در یک موضع‌گیری رسمی و تکذیب مستدل و قاطع بطلان تمامی این اتهامات رو اثبات کرد. در واقع مجاهدین خلق در اشرف در 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته تحت نظارت قرار دارند. جایگاه قانونی آینده آنها می باید نهایتاً مشخص گردد، اما آنها کاری در داخل عراق ندارند. نیروی اندکی از قوای ائتلاف مستمراً به نگهبانی از این تأسیسات بسیار بزرگ و حصار کشیده شده اشرف اشتغال دارد تا اطمینان حاصل شود که آنها به بیرون از آن دسترسی ندارند و معدود ترددات لوجستیکی آنها نیز در تمامی اوقات توسط نیروهای آمریکایی اسکورت می شوند. رژیم آخوندی از طریق مزدورانش در عراق به شدت تلاش کرد توطئه‌های جنایتکارانه خودش رو علیه اشرفیا به اجرا بگذاره. طبعا که رژیم برای این توطئه‌ها نیازمند یک کارزار دروغ پردازی و لجن پراکنی علیه مجاهدین بود. کارزار کثیفی که در 2-3 ماه اول انتقال حفاظت اشرف به نیروهای عراقی توسط موفق ربیعی، یک جاسوس لورفته که توسط مالکی برای پیشبرد پروژه سرکوب اشرف گماشته شده بود، به پیش برده میشد که البته سرنوشتش رو امروز همه میدونن. موفق الربیعی این ادعا رو کرد: چون ما مطمئن نیستیم که در درون این قرارگاه سلاح نباشد.
به دنبال چنین ادعاهایی، مجاهدین از دولت عراق مصرانه خواستند که بلادرنگ سراسر اشرف را با حضور نیروهای آمریکایی بازرسی کنند. به فاصله کوتاهی، وزارت کشور عراق در آوریل سال 2009 به دعوت مجاهدین به اشرف آمد و 3 روز با تمام تجهیزات و با سگ‌های آموزش دیده پلیس همه چیز را و همه تأسیسات اشرف را سانتیمتر به سانتیمتر گشت. از سالن‌های غذاخوری تا تأسیسات بر و تا محل‌های کار، آسایشگاه‌ها، انبارها، منابع و سایر اماکن. در پی این تحقیقات وزارت کشور عراق به طور مکتوب اعلام کرد که در سراسر اشرف هیچ سلاح و مهماتی یافت نشد. مسئول یکانهای بازرسی وزارت کشور عراق در این سند چنین تصریح کرد که در اشرف چیزی جز 23 فشفشه کهنه آتشبازی پیدا نکردیم. فشفشه هایی که تعدادی از آنها خالی و تعدادی هم خراب بود. البته خوب بدونید که علاوه بر اسناد همه بازرسی ها و تحقیقات آمریکایی ها از اشرف، سند، عکس و فیلم بازرسی 3 روزه نیروهای عراقی هم در اختیار وزارت خارجه قرار داده شد، اما عمدن نادیده گرفته شد. ضمن اینکه مقام‌های وزارت خارجه آمریکا به خوبی می‌دونن که ساکنان اشرف حتی در کمپ لیبرتی هم مقداری مهمات به جا مونده از نیروهای آمریکایی رو در این کمپ به ناظران ملل متحد تحویل دادن. پس حالا با توجه به همه وقایعی که البته ما به صورت خیلی خلاصه اونها رو مرور کردیم، بهتر میشه فهمید که وکیل وزارت خارجه با طرح ادعاهای عدم جستجوی کامل خانه به خانه در اشرف اهداف دیگه‌ای رو پیگیری می‌کنه، به خصوص که ساکنان اشرف هم بلافاصله پاسخ اون رو دادن. اکنون ساکنان اشرف از وزارت خارجه و ارتش آمریکا می‌خواهند که بلادرنگ و در هر ساعت شبانه روز با تجهیزات کامل و کافی به اشرف بیایند و همه جای آن را مجدداً بازرسی کنند. اگر این تقاضا پذیرفته نشود، به وضوح نشان می‌دهد که اظهارات وکیل وزارت خارجه در دادگاه یک بهانه‌جویی بی‌ارزش بیش نیست که همزمان با مذاکرات اتمی با رژیم آخوندی هدفی جز استمالت از رژیم آخوندها و تلاش عبث برای امداد رسانی به این رژیم به زیان صلح و آزادی و امنیت منطقه و مردم ایران ندارد. ساکنان اشرف ابراز آمادگی می کنند که با هزینه خودشان امکانات رفاهی و استقراری نیروهای آمریکایی در اشرف را به هر تعداد که باشند در طول مدت بازرسی تأمین کنند. When the State Department's attorneys made the comments that Ashraf had never been searched, the military could not guarantee there were not weapons, which is utterly false. بودن ادعای وکیل وزارت خارجه آمریکا و سایر ادعاها برای سرپیچی از حکم دادگاه واشنگتن و حفظ برچسب تروریستی تا کنون در بسیاری از جلسات استماع کنگره آمریکا مورد بحث قرار گرفته است. نمایندگان کنگره در این جلسات بر مشروعیت مبارزه مجاهدین و ضرورت حذف نام آن از لیست تاکید کرده و سوالهای پی در پی را درباره علت ادامه نامگذاری مطرح نمودند. The lawyer for the State Department said the MEK did not permit an inspection. They did not permit a door-to-door inspection looking for caches of weapons or to actually disarm door-to-door. Since then, a letter has been signed by the soldiers actually involved in that searching effort, the Brigadier General, the Colonel, and the Lieutenant Colonel. All basically saying that the State Department lawyer lied to the court. Has the State Department taken action to make sure that the court has been advised that this lawyer that had no direct knowledge of the of what actually happened on the ground at Camp Ashraf said some statements to the court that might mislead the court as to the actual events? Sir, this is a matter under active litigation, and so I have to be very careful. I said earlier, in response to a
similar question, that it is my understanding that the Department of Justice has sent a letter to the court answering some of the questions. I believe that that letter has been filed and is available, but because it is active litigation, I have to restrain myself and not go any further. Do you disagree with the three officers involved that, in fact, a proper door-to-door search for weapons was, in fact, conducted at Camp Ashraf? Here, too, I believe that the letter from the Department of Justice addresses these issues, and because, sir, I'm in an awkward position. This is active litigation. It's taking place in federal court, and so I, my mandate is to try to get people safely out of Camp Ashraf, over to Camp Huria, and out of Iraq. It is true, as a matter of the historical record, that during the period when the United States had troops in Iraq, we judged that the camp was largely disarmed, with no heavy equipment. That took place some years ago. The issue, this issue, I have to say, came up suddenly. 3 weeks ago, it was not on my list of things to worry about. People of Camp Ashraf, who are still there, have said they don't want to leave unless there's an inspection to verify that there aren't any weapons there. Now, why in the world would someone, you know, like that, in that situation, make that demand? Well, I think that's totally rational. وکیل وزارت خارجه آمریکا در جلسه استماع شفاهی دادگاه استیناف می توانست برای توجیه عدم اجرای حکم دادگاه از سوی وزارت خارجه به یک بهانه پیش پا افتاده قناعت کند. مثلا بگوید یا در پرده این مفهوم را برساند که در دوران مبارزات انتخاباتی برای تعیین رئیس جمهور سیاست آسبرو آسبیا و پرهیز از ایجاد تنش سنت جا افتاده است که همه رعایتش می کند. یا بگوید که همچنان که خودتان شاهدید وزیر خارجه مثل علی ورجه هر روز از این سر دنیا به آن سر دنیا جست می زند تا مسائلی بسیار حادتر و مهمتر از تصمیم گیری درباره لیست سیاه را حل و فصل کند. خب اندکی حوصله کنید تا سرش خلوت شود، یا حتی بگوید برای قانع کردن ساندیسخوران ایرانی آمریکایی عریضه نویس که مصرانه خواستار نگه داشتن نام سازمان مجاهدین در لیست سیاه شده اند به زمان نیاز داریم. اما این کار را نکرد و به جای ارائه بهانه اگر نه محکم پسند، دست کم عوام فریب و تکراری، به عذر بدتر از گناه متوسل شد. عذر بدتر از گناهی که البته میتونه پیامدهای وخیمی هم به همراه داشته باشه و راه تکرار جنایت علیه بشریت برای ساکنان اشرف رو هموار بکنه. ادعای وکیل وزارت خارجه مایه نگرانی ماست، چرا که تجربه نشان داده است دولت عراق که بسیار تحت نفوذ رژیم ایران است میتواند با صحنه سازی و گذاشتن سلاح و مهمات در کمپ اشرف در صدد تکرار جنایات وحشیانه باشد. حالا بهتر فهمیدیم که چرا فرمانده های نظامی آمریکا ادعاهای وزارت خارجه رو مضحک، مزخرف و مجعول توصیف کردن. اجازه بدید برنامه‌مون رو هم با بخشهایی از سخنان یکی از همین فرماندهان به پایان ببریم که به روشنی تصریح میکنه که این دروغهای وزارت خارجه علیه مجاهدین برای توجیه حفظ نامگذاری غیرقانونی از چه سیستمی بیرون میاد. وزارت خارجه ادعا میکند که اطلاعات حساسی دارد
من مرتب از آنها می پرسیدم من اجازه فوق محرمانه دارم. اطلاعاتی را که دارید به من نشان دهید. آنها هرگز نتوانستند هیچ چیزی ارائه کنند. من فهمیدم که سیستم اطلاعاتی وزارت خارجه همان دستگاهی است که سخنرانی کالین پاول در سازمان ملل متحد در مورد سلاح‌های کشتار جمعی را تهیه کرد. افراد هیلاری کلینتون او را بهتر از کالین پاول حمایت نمی کنند. همین سیستم به چلبی 33 میلیون دلار داد که به آنها اطلاعاتی در مورد عراق و اینکه چه دارد را بدهد. همانطور که همه می دانیم چلبی بسیار وفادار به رژیم ایران است و چلبی صحنه را آماده کرد. خب داستان جابجایی مجاهدین و لیبرتی و اینا رو که همه میدونن. فقط یه سری چیزای ناگفته هست وسط که می‌خواستم کمی باز کنیم همچی روشن بشه. خب یعنی بعضی خیلی فکر می‌زنن اصلا آدم خوبه. یه نفر شاید بپرسه این که زندونه بابا، فهم احوال اینا از عقل بیرونه بابا، بهش بگو این کاروون و ساربونش میبره، گام بعدی هرچی هست صد مرحله بالاتره. اما اونها که شدن از پول ملا سردما، کارشون 30 ساله اینه میکنن هی واق و واق، هی میگن دیدی تموم شد اشرفی ها کارتون، پس چی شد محصول ده ها ساله هی کارتون؟ اتفاقا کار ما بالا گرفته بی حواس، حال زار این ولایت میوه پیکار ماست، خورده کار این جماعت به خلص که شود دریا به پوز سگ نجس، خورده کار این جماعت به خلص که شود دریا به پوز سگ نجس. توی سایتاشون نوشتم موی ما گشته سپید، اشرفی عمرش برفت و روی آسایش ندید، قیمت آسودگی گر رحلت آزادگیست، خاک بر آسایشت رسم شما یان بردگیست. میگه گر درهای اشرف باشود هر کسی دنبال عیش خود رود، با هر کدام تنها بری صحبت کنی با یه چشمک هم به سویت میدوند. برخیا باش در کدوم بی شرافت بعد 10 سال آزگار، این دیگه تکراریه یه مهمل تازه بیار، تو که اینقدر طالبی صحبت کنی تنها با هم، وای از اون روزی که من تنها سراغ تو بیام، خورده کار این جماعت به خلص که شود دریا به پوز سگ نجس. حالا این وسط هم یه خرمرد رندی هست که میگه جان و جانه ما توفته، حالا چیزای دیگه هم میگه، مثلا گفته 100 تا 90 تا میروند، خب یه وقت میشی بی خیال سرنگونی میشوند. خب دیگه خیره اشرفی دست خودش نیست بیگناس، عشق تمزا که میده اینا رهبراش هم بابا که حسابشون جداست، تو که اینقدر با وزارت میپری بابا امامه چرا نمیخری، حالت بدی به هم دست میده وقتی از ولی فقیر دل میبری، خورده کار این جماعت به خلص که شود دریا به پوز سگ نجس، خورده کار این جماعت به خلص که شود دریا به پوز سگ نجس. حرفاشو میتونیس سال شخص گفتن شما تموم شدید، نمیتونین با امام طرف بشید، ولی امام رزل و از تو ما کشیدیم و تپوندیمش تو چا، بعد آتش بست و تنگ و فروز 25 سال پیشو میگم مجلس ختم ما رو کردن تو بوخ،
اما ققنوس که دوباره پر گرفت خفه خون گرفتن و قام خرفت خورده کار این جماعت به خنس که شود دریا به پوز سگ نجست زیر بمبارون سنگین خلیج خلیج فارس میگم واسه کوبیدن ما شدن بسیج وقتی شرق و غرب عالم اومدن اما دوازده دولت ترتیب تشکیلات ما را بدن این هومور و ملخ ریختن بیرون تصمیم کنید آقای دوستان میدادن گرای ما را بهشون توی کودتای 17 جوان گفتن این بار تا اومد تو نمی جور ولی کور بوده خورده کار این جماعت به خنس که شود دریا به پوز سگ نجس ببین آقا آرزوی نابودی مجاهدین و شاه و خمینی با اون همه دبدبه کبکبه‌شون به گور بردن تو دیگه کی؟ باید خیلی اصرار این تجربه میدونم هرچی مانه باشه از جا میکنیم واسه خلقمون به آتیش میزنیم ته این قصه رو کی میبنده نیروی منسجم جنگنده خورده کار این جماعت به خنس که شود دریا به پوز سگ نجس خورده کار جماعت به خنس که شود دریا به پوز سگ نجس